محسن قرمزی گل با نام اصلی عبدالله بازنجیر در 6 فروردین 48 در روستای وزیرشهر دیاربکر ترکیه به دنیا آمد و 3 برادر ناتنی از مادرش دارد. فارغ التحصیل رشته آواز هنرستانی فنی استانبول می باشد که از خوانندگی در عروسی ها شروع کرد تا اینکه به شهرت جهانی رسید و حالا فیلم سازی می کند. پدر من 4 ازدواج داشت، 3 مورد موقت و 1 ازدواج رسمی که مادرم هم قربانی ازدواج موقت شد و پدرم پس از تولد من ما را ترک کرد. سالا حتی چهره او را نمی دیدم. او زنگ نمی زد و از حال ما با خبر نبود. مادرم و برادر بزرگم محمود برای گذران زندگی مجبور به کار در یک کوری آجرپزی بودند تا اینکه من هم از مقطع دبستان با شاگردی در مغازه غذاخوری مشغول کار شدم. بعدن مدتی شاگرد یک رنگکار بودم، سپس در خیابان سیگار می‌فروختم که چندین بار به خاطر آن توسط پلیس بازداشت شدم. پسرخاله‌ام آیخان خیلی خوب ساز می‌زد که یک بار لرزان لرزان اولین شعری که یاد گرفته بودم جلویش خواندم که او تحت تأثیر صدایم قرار گرفت. از آن روز آیخان مدام روی من کار کرد تا اینکه اولین بار در مقطع راهنمایی روی سن خواندم و از دبیرستان وارد هنرستان در رشته آواز شدم. در سال 1963 وقتی 14 سالم بود شانسم را در مسابقات آواز امتحان کردم، اما موفق نشدم و همین دلیل با پسر خالم به عنوان خواننده در عروسی ها می خواندم. بعد از 1 سال صدای او که توسط یک راننده خوش‌ذوق روی کاست ضبط شده بود اتفاقی به گوش یک تهیه کننده موسیقی رسید که از قضا مسافر آن اتوبوس بود. به این ترتیب مصطفی گونش محسن را به استانبول دعوت کرد. بعد از 2 ماه اولین آلبوم خود به نام بودایتر را در نوامبر 1984 انتشار داد. شهرت محسن از سال 1994 وقتی 25 ساله بود با آلبوم نهم او به نام از 12 آماده خواهم شد شروع شد که قطعه اول آن و به این معنی به موفقیت عجیبی دست یافت. این آهنگ نه تنها در ترکیه بلکه در کشورهای عربی و همچنین ایران نیز بسیار معروف شد و برای موزیک ویدیو آن جایزه سال کرال تیوی را گرفت. محسن اولین بار در سال 1989 وقتی 20 ساله بود با دختری به نام گلگم ازدواج کرد که نام پسرش را به یاد برادر بزرگ خود محمود گذاشت. این زندگی با اینکه به طلاق ختم شد و مسئولیت نگهداری پسرش را به همسرش واگذار کرد، اما اغلب اوقات خود را با پسرش گذران تا کمبودی احساس نکند. محسن قرمزی گل سال 95 وقتی 26 ساله بود با صدا سیان نامزد کرد، اما این زندگی بعد از 3 سال به جدایی ختم شد. او سپس سال 98 با ایشچیل بازیگر وارد رابطه شد تا اینکه این زندگی هم بعد از 7 سال در 2005 به جدایی ختم شد. سپس تا سال 2011 با مین چنگل بود. در نهایت محسن قرمزی گل سال 2015 با یک وکیل ترک تبار ساکن آمریکا به نام اجبینای ازدواج کرد که ثمره این زندگی تنها یک دختر به نام لاوین می باشد. محسن در سال 1987 در فیلم زندگی حرام شد به عنوان بازیگر جلوی دوربین رفت تا اینکه سال 2007 در قامت کارگردان و نویسنده فیلم فرشته سپید را ساخت. این خواننده در سال 2009 یک فیلم ضد جنگ به نام خورشید را دیدم کارگردانی کرد که نامزد جایزه اسکار فیلم غیر انگلیسی زبان بود که موفق به دریافت آن نشد. با اینکه در دیاربکر که بیشتر مردم آن کرد هستند به دنیا آمد، اما اصالت کرد ندارد. از مردمان زازاکی هست و به این زبان مستقل هم صحبت می کنند. اگر به عنوان یک هنرمند فقط به خوانندگی ادامه می دادم، اکنون می توانستم 10 برابر آنچه از سینما درآوردم کسب کنم. اما عشق سینما آنقدر بزرگ است که پول را به پس زمینه بیاندازد. هدفم این است که تا 60 سالگی 10 فیلم دیگر بسازم و سپس بازنشسته شوم. من مثل یک آدم مشهور زندگی نکردم. هر روز با مترو سر کار می روم. محل کارم در لند است. هرگز نگاه و محبت مردم مرا آزار نمی دهد. من ماهیانه با 10,000 لیر زندگی می کنم و درآمدم را با افراد شرکتم تقسیم می کنم. تنها لذت من ملاقات با دوستان و غذا خوردن با آنهاست. از دیگر آهنگ های مشهور محسن که در ایران یک دوره‌ای به عنوان زنگ موبایل هم بسیار وارد شده بود قطعه ای به نام بلالوم.